سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 3 فوریه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. رئیس سابق پنجکنت شاکر صابرو و دو فرزندش به فریب یک صاحب کار به مبلغ بیش از $2 میلیون عیبدار میشوند. نشر عکس دو دزدی که سوار خسیر سخاوت کاروان. بازداشت 39 نفر در آذربایجان با جرم جاسوسی برای ایران. روی دوشنبه خوجند کشوده شد ولی به شکل خیلی محدود. 11 فوتبالباز بهترین تاجیکستان در همه دور و زمان. هلاکت کودک 3 ساله در زیر چرخ ماشین برکش در شهر توز. و اکنون تفصیلات خبرها. وزارت کارهای داخله تاجیکستان در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخله از بازداشت گروه متشکل جنایتی عبارت از اعضای یک خانواده، پدر و دو فرزندش خبر داد که به گفته مقامات در فریب یک صاحبکار خانه‌ساز به مبلغ بیش از $2 میلیون عیبدار می شوند. سرور این خانواده صابروف شوکر جابروویچ که حال 68 سال دارد، در سالهای 90 وکیل پارلمان تاجیکستان از پنجکنت و هم چندین سال رئیس شهر پنجکنت بود. خود دستگیر شدگان و یا نزدیکان و ادوکاتشان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی وزارت کارهای داخله می گوید که شاکر صابروف و فرزندانش امید و دلیر صابروف ها از طرف کارمندان ریاست مبارزه با جنایت های متشکل یا اوباب دستگیر شده به آن عیبدار می شوند که از صاحبکار اعظم صابروف برای ساختن یک بنای بلندوشونه در پایتخت بیش از $2 میلیون گرفتند. شهرداری دوشنبه به اعظم صابروف برای ساختن مرکز کارگزاری یا مرکز تجارتی اجازت ساختمان داده بوده است، ولی امید صابروف به طلبات شهرداری موافق نبودن بنای ساخته شده آن را قبول نمی کند و طلب می کند که بیش از $2 میلیون پولی به حساب شرکت امید صابروف گذرانیده شده را برگردانده دهد. امید صابروف به جانب دعواگر وارد بحث‌های دادگاهی شده، برای تامین پیروزی خود در دادگاه بارای ساختکاری منزلهای ساخته شده را به نام خویش و تبارش حجت کرده است. وزارت کارهای داخله می گوید بسیاری از آنهایی که منزلها را به نامشان حجت گذاری کرده بودند حتی خبر نداشتند که به نام آنها در دوشنبه چنین منزل هست. امید صابروف در گزارش نشر شده اعتراف می کند که از بس که اعظم صابروف پولش را طلب داشت و او علکه این پولها را در ساختمان بنا صرف کرده، امکان برگرداندن بیش از $2 میلیون را نداشت، مجبور شد که دست به چنین ساختکاری بزند. در گزارش صابروف را همچنان به او عیبدار کردند که 15 سال پیش از شعبه بانک حال و مفلس شده تاجک صادرات بانک در پنجکنت $150,000 قرض گرفته تا قرض بانک را هم برنگردانیدند. ولی چندی از ساکنان پنجکنت در زیر خبر بازداشت شاکر صابروف و فرزندانش از او حمایت کرده نوشتند که سهم او در نجات ساکنان پنجکنت از گرسنگی در سالهای جنگ شهروندی بزرگ بود. به نظر آنها خود این پرونده هم بیشتر به بحث تجارتی شباهت دارد تا به قلوبی. اولغبیک بابابیکوف یک ساکن شهر دوشنبه روز 2 فوریه سال 2023 در فیسبوک با نشر چند عکس دو دزدی کیسه‌باری که در نقلیات مسافرکش بین بازارهای سخاوت و کاروان به قول کار میکنند از مقامات حفظ حقوق خواسته است که آنها را دستگیر کرده به جوابگری بکشانند و مردم بیچاره را از شر آنها خلاص کند. به نوشته اولغبیک بابابیکوف، رانندگان و پولچینک‌های خطر سخاوت کاروان نیز در این حلقه جنایتی به اصطلاح کوش بوده، در عوض همگی 10 سومانی به آنها اجازت میدهند که در داخل واسطه نقلیات آنها آزادانه کار کنند و پول و مال مسافران بیچاره را به یغ مبرند. اولغبیک بابابیکوف می نویسد این نفرانی که در عکس می بینید در خسیر سخاوت کاروان بسیار روبرو می شوند، چون جای کارشان در داخل امین نقلیات مسافرکشان است. بار سوم است که با این دو نفر شخصا در داخل نقلیات مسافرکشانی خسیر سخاوت کاروان روبرو می شوم و هر دفعه شاهد آن شدم که از جزدان، بار خلطه و یا کیسه های مردم تلاش دزدیدن اشیاء قیمتبها و مبلغ می کنند. اما می افزاد اولغبیک بابابیکوف اصلا در داورش آن است که اکثر رانندگان و پولچینک های این خطسیر آنها را می شناسند و مقصد به نقلات سوار شدن آنها را می دونند، اما به این نگاه نکرده در عوض 10 سومانی آنها را به نقلات سوار می کنند تا که آنها مقصد غرضناک خود را انجام دهند، به قبل شرایط فراهم می آورند تا آنها قانون شکنی کنند. مؤلف در پایان مطلبش نوشته است که مقصد او این است که مردم آگاه باشند و سید شکار این دزدان کیسه‌بر نگردند و مقامات دخلدار نیز نسبت به این دو شخص چاره قانونی اندیشند. صدها نفر از خوانندگان نیز به مؤلف هم موازی کرده از مقامات خواستند تا دست این دزدان کیسه‌بر را
از جیب مردم هر چی زودتر کوتاه کنند. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه انوز به این مطلب واکنش نکرده است. در حالی که تنش‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان همچنان ادامه دارد، رسانه‌های رسمی آذربایجان از بازداشت 39 نفر با جرم جاسوسی به نفع ایران خبر می‌دهند. سامانه یک نیوز 1 فوریه سال 2023 نوشت که در نتیجه یک عملیات مخصوص وزارت کارهای داخلی آذربایجان در سراسر کشور 39 نفر را نیروهای پلیس با جرم جاسوسی به نفع حکومت ایران بازداشت کردند. این نشریه می افزاید که شخصان بازداشت شده در شبکه‌های اجتماعی با سپرش استخبارات ایران مفقع جمهوری اسلامی را تشویق و تبلیغ می نمودند. از جمله آنها از آزادی‌های دینی و مذهبی شهروندان آذربایجان سوء استفاده نموده، عقیده های مربوط به حکومت کنونی ایران را به شهروندان آذربایجان با غرض برانگیختن اختلاف بین آنها تحمیل می نمودند. سامانه نیوز ازه تاکید می کند که این شهروندان بازداشت شده ضمن برگزاری مراسم های دینی برای ایجاد اختلاف مذهبی بین شیعیان و سنی های آذربایجان از پرچم های سیاه با نوشتجات به زبان فارسی و عکس های ژنرال کشته شده ایران قاسم سلیمانی استفاده می کردند. در بین بازداشت شدگان بنا به خبرها کارمندان خبرگزاری سلام نیوز و شبکه تلویزیونی انتر از نیز هستند که به تبلیغ موقع ایران در مطبوعات گمانبر می شوند. وزارت کارهای داخلی آذربایجان گفته است که این افراد بازداشت شده مربوط به گروه های جنایی ایران بوده، از ایران به آذربایجان مواد مخدر وارد می نمودند. در روزهای اخیر تنش‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان خیلی بالا گرفتند. جمهوری آذربایجان روز 31 ژانویه سال 2023 از شهروندان خود خواست از سفرهای بدون ضرورت به ایران خودداری کنند. این درخواست آذربایجان در حال صدا می‌دهد که هفته سپری شده یک شخص مسلح به سفارتخانه آذربایجان در تهران حمله نموده، یک نفر از نیروهای امنیتی سفارتخانه را کشته و دو تن دیگر را زخمی نمود. جمهوری آذربایجان این حمله به سفارتخانه خود را تروریستی خوانده، همه کارمندان سفارتخانه خود را با اهل اویلهشون به بکو برگردانید. جانب ایران باشد میگوید فرد مسلح دستگیر شده دعوا کرده است که دلیل حمله سیاسی نبوده، با مشکلات شخصی و خانوادگی مربوط است. آذربایجان در برابر ایران، عراق و بحرین چهارمین کشور است که در آن مسلمانان شیعه اکثریت اهالی نزدیک به 85% را تشکیل می‌دهند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. شرکت IRS که مسئولیت نگاهبین شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه راه زمینی بین ولایت سغد و مرکز تاجیکستان را بر عهده دارد، نزدیکی های نصف روزی 3 فوریه سال 2023 اعلام کرد که حرکت نقلیات به غیر از اتومبیل های بورکش و فوره ها از سمت خوجند به دوشنبه اجازه داده شد. صبح 3 فوریه به حرکت ماشین های سبکرو از سمت دوشنبه به سمت خوجند نیز اجازه داده بودند، ولی بعدا شرکت IRS اعلام کرد که با مقصد پورا برطرف نمودن پیامد ترم فرایی، حرکت تمام نمود نقلیات در روی دوشنبه چنوق را موقتا باز می دارند. روی توسط این شورا عملا از شام 1 فوریه اینه قریب دو شبانه روز بازمند کرده شده است. شام 1 فوریه در قسمت نویه ورزو به این شورا از کیلومتر 52 تا 73 به گفته مسئولان شرکت 45 ترمه خرد و کلان فرو ریخت و را بستند. بنا به پیشگویی اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، در بعضی منطقه های مملکت تا 4 فوریه هوای نامساعد و خطر فرامدن ترمه باقی میماند. فدراسیون بین المللی تاریخ و امور فوتبال هیئت دسته رمزی یکچین تاجیکستان در همه دور و زمان را ترتیب داده است. به این هیئت یگان نفر از فوتبال بازان دوران استقلال تاجیکستان را نیافتند و اکثریت کل آن را فوتبال بازان دوره طلایی دسته پامیر دوشنبه که در پایان سالهای 70 و در سالهای 80 هنرنمایی میکردند تشکیل دادند. آن دوران دوره اوج شهرت فوتبال تاجیک به شمار می رفت و دسته پامیر بعد چندین سال تلاش ها بالاخره به لیگ اولی چمپیونات فوتبال SSSR را یافت و دو دسته دیگر تاجیکستان خوجند و وخش با موفقیت در لیگ دومی فوتبال شوروی قوا آزمایی می کردند. کارشناسان فدراسیون بین المللی تاریخ و امور فوتبال این 11 فوتبال باز را به هیئت تیم یکچینی همه دور و زمان تاجیکستان انتخاب کردند. دروازه‌بان والری سریشوف، حمایتگر طرف راست حکیم فوزایلوف،
حمایتگر طرف چپ الکساندر چریدنیک، حمایتگر مرکزی رشید رایموف، حمایتگر مرکزی لیانید کریلینکا، نیم حمایتگر طرف راست الکساندر ازیموف، نیم حمایتگر طرف چپ ادگارد گیس، نیم حمایتگر مرکزی الیک شریمبکوف، نیم حمایتگر سمت پیش ولادیمیر غلومایداروف، حملگر والری تورسونوف، حملگر موسین محمدیف. فدراسیون بین المللی تاریخ و امور فوتبال سال 1964 در آلمان تأسیس یافته، مشغول تحقیق تاریخ و امور فوتبال است. این نهاد در سر چند وقت دسته های رمزی کشورهای گوناگون را نیز ترتیب می دهد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 2 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 15:35 دقیقه راننده ماشین برکش تمغه فورلند ابیروف نورقوزی سال تولدش 1988 ساکن نویای شهرتوز هنگام حرکت در روی ماشینگرد حدود دیهه دوستی نویای مذکور از اوده دوره واسطه نخلیات نبر اومده دوچرخران نوبالغ خالیارزاده کمرانبک سال تولدش 2020 ساکن امین نویه رو پخش نموده است. در نتیجه دوچرخران نوبالغ خالیارزاده جرات وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در روزهای آخر درباره چندین صدمه مرگ‌آور در روی تاجیکستان خبر داد. صبح 31 ژانویه سال 2023 تخمینا ساعت 9:30 دقیقه راننده افتماشین تمغه مرسدس بنز چلایف الیشر سال تولدش 1986 ساکن نوی بلجوان انگام حرکت با روی ماشینگرد کوچه کروبسکای شهر دوشنبه از سمت کوچه قرابایف به سمت محله گلبوتا در بالای خط پیاده‌گردان تنظیم شونده پیاده‌گرد رستمزاده حلیمه سال تولدش 2004 ساکن پایتخت را پخش نموده سپس به افتماشین تمغه خوندای الانترا که تحت اداره راننده علیف عمر سال تولدش 1971 ساکن شهر دوشنبه قرار داشت برخورد است. در نتیجه پیاده‌گرد رستمزاده جرات گوناگون جسمانی برداشته از جانب خود راننده به بیمارخانه دسترس گردیده در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. روح‌های تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه ها پر خطر دانسته می شوند. بنا به امور رسمی بازرسی دولتی افتومبیلی هر سال بر اثر صدمه ها در روح‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت عریضه مرد 33 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 27 ایونی سال 2022 مرد 39 ساله ساکن شهر ایسور خود را کارمند شرکت میان ساختمان لوی آکش معرفی نموده به روی فریب به باوریش در آمده از او 113 هزار سومونی گرفته وعده داده است که در نزد بازار گلستان شهر مذکور از بنای بلندی و شونه خونه دوژدگی گرفته میدید اما وعدهش را تا حال اجرا نکرده است. اوید بین حدیثه تفتیش شد ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه جیهون بارزه مرد 34 ساله ساکن نویه کوشانیان مراجعت نموده است که شب 1-2 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 01:20 دقیقه شخصان نامعلوم با تاریخ شکستن قلف در به مغازه خصوصیش واقع در جماعت شارک دوستی در آمده از خزینه‌اش 4700 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه گذراندن 4 بینیوی اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا نوبالغ 17 ساله ساکن نویه مذکور با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوعی فردوسی با عریضه زن 50 ساله ساکن نوعی مذکور مراجعت نموده است که 28 ژانویه سال 2023 تخمینا ساعت 12:00 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی در بازار کاروان شهر دوشنبه یک عدد جزدان را که در داخلش 1000 دلار آمریکایی 6700 سومونی و جواهرات گوناگون طلایی بود دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 27500 سومونی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چوربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتیا زن 28 ساله ساکن نویای فرخور با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نموید. www.bomdad.com خوش باشید.